و ما خبری از افغانستان وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که تمهیداتی را برای تأمین امنیت مساجد و های متعلق به شیعیان در نقاط مختلف این کشور در نظر گرفته است سروردانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان با اعلام این خبر افزود تدابیر امنیتی در ماه محرم علاوه بر مسلح کردن صدها نفر از شهروندان شامل بکارگیری نیروهای امنیتی و پلیس در اطراف مساجد و حسینی هاست. سروردانش با اشاره به حملات تروریستی سنی های تندرو به شیعیان افغانستان ادامه داد پس از وقوع حوادث تأصف بار اخیر مردم افغانستان نباید منتظر اقدام پلیس برای حفاظت از آنها باشند و مردم به ویژه جوانان در مناطق باید خودشان امنیت مساجد و حسینیه را تأمین کنند ویس احمد برما که وزیر کشور افغانستان نیز اظهار داشت تدابیر لازم برای پرداخت حقوق و تحویل سلاح و وسایل لازم به سبتنام کنندگان صورت گرفته است شن ذکر است طی چند روز گذشته شیعیان افغانستان با برگزاری تظاهراتی مسالمت آمیز خواستار تأمین امنیت مساجد حسینی ها و مجالس عزاداری در ماه محرم شده بودند برخی از شیعیان افغانستان اقدام حکومت افغانستان از واگذاری تأمین امنیت به نیروهای مردمی را شانه خالی کردن این حکومت از وظایف خود دانستند